یکی از سوالاتی که از ما شده در مورد اومدن بچه تازه هست. در واقع یک بچه یا بیشتر از یک بچه توی خانواده هست که بچه بعدی میخواد وارد بشه. در نتیجه ما چه کار میتونیم بکنیم که آسیب کمتری بچه های بزرگتر ببینن؟ ببینید، قبل از اینکه وارد پیشنهادهای عملی بشم، خواهش میکنم این را بهش توجه داشته باشیم که بچه ها باید بدونن که ارزششون کم نشده که بچه بعدی داره میاد. اونها سر جای خودشون هستن و عشق شما نسبت به اونها سر جای خودش هست. پیشنهادهای عملی که میتونیم بهتون بدیم اینه که قبل از به دنیا آمدن بچه بزرگتر رو وارد فرایند تولد کودک جدید بکنید. مثلا با نشون دادن عکس های جنین بهش نشون بدین که الان توی چه وضعیتی هست. حواسمون باشه که به بچه نگیم که این بهترین دوستته یا هم بازیته. حقیقت رو بهش بگیم که این وقتی به دنیا بیاد تا مدتی فقط میخوره، میخوابه یا جیش میکنه و الان نمیتونه باهات هم بازی باشه و شاید بزرگتر که بشین هم بازی هایی برای هم باشین. حتما به بچه تأکید کنید که بچه کوچیک ممکنه گریه کنه، ممکنه اذیت بشه، ولی اون مسئول این گریه کردن یا اذیت شدنش نیست. اون بدونه که اون اشتباهی نمیکنه که این بچه گریه میکنه و اینطوری بهش احساس امنیت و آرامش بیشتری رو میدیم. حتما اون رو درگیر کنیم، بچه بزرگتر رو، که با هم دیگه مثلا اتاق رو آماده کنید، اسم رو با هم انتخاب کنید، یا حتی ممکنه مثلا دارین میرین دکتر، صدای یه ضربان قلب رو دارین میشنوید، میتونین با خودتون ببرینش دکتر که این رو تجربه کنه. حواسمون باشه که زیادی قرار نیست برای بچه توضیح بدیم که چه اتفاقی افتاده یا چه چیزی هستش، به اندازه توضیح میدیم، بهش اعتبار بدیم، به کودک بزرگترمون اعتبار بدیم، کارهای خاص رو بهش واگذار کنیم، کمکش کنیم که کارهایی رو که خودش دوست داره انجام بده و اونا رو حذف نکنیم. به طور مثال وقتی بچه دوم به دنیا میاد، حتما یه تایمی رو با بچه بزرگتر دوتایی با هم بریم بیرون. اون تایمایی که مال خودش هست، وقتی که مال خودش هست رو ازش نگیریم و بذاریم که اون رو داشته باشه. بذارید که کودکتون گهگداری توی انجام کارهای کودک کوچیکتر یا نوزادتون بهتون کمک کنه. ممکنه شما دارین مثلا شیر رو درست میکنید، شمارش کنه قالبای شیر رو که دارین میریزین یا پیمانه های شیر رو که دارین میریزین توی شیشه. کمکش کنید که با کودک ارتباط برقرار کنه، کمکش کنید که احساسش رو نسبت به کودک بتونه بازگو کنه. میتونه اگه خیلی کوچیکه با خط خطی کردن و نقاشی کردن بکشه، یا میتونه با قصه گفتن بگه، یا اگر بزرگتره میتونه با شما در موردش حرف بزنه. کمکش کنید تا احساسش رو بروز بده، نذارید احساسش رو خفه کنه. نگین این حرف مثلا همسایه است یا اون این کارو کرد. قشنگ در شفافیت کمک کنید به بچه تا احساسش رو برای شما بگه. خانوادگی بریم بیرون با هم دیگه. یه موقع با بچه کوچیکه تنهایی میریم بیرون یا تو خونه میمونید و اون جای دیگه است و اون فکر میکنه شما چقدر این خوش میگذرونید و اون نیستش. نذارید که دو تا حس براش ایجاد بشه. شما با کوچیک بیشتر خوش میگذرونید، قطعا این کارو نکنید، این خیلی احساس بدی براش ایجاد کنید. و دوم این که احساس کنه کوچیک مزاحمه که بهش خوش بگذره، این کار رو هم نکنید. در نتیجه بذارین تایمای خودش رو داشته باشه و خودتون مدیریت کنید که این دو احساس ایجاد نشه و اگه اون احساس خانوادگی بودن براش ایجاد بشه و لذت ببره ازش. اگر دارین کاری رو برای مثلا کودک بزرگتریتون انجام میدین، گریه کودک کوچیکتون ایجاد میشه، بلافاصله اون رو زمین نذارید و برین سراغ کار اون. زمان بدین، هیچ اتفاقی نمیفته مگر حالا قضایای واقعا امرجنسی و خیلی اورژانسی باشه که داره ایجاد میشه. در غیر این صورت کار کودکتون رو کامل کنید. چیزی که خیلی مهم هست و توصیه میکنم همیشه این هست که تغییرات جدی رو در برنامه کودک، چه از نظر محیط و جایی که هست و چه از نظر کارهایی که میخواییم بهش یاد بدین، آموزشهایی که بدین، چه هر تغییری رو از 6 ماه قبل تا 6 ماه بعدش انجام ندین.
بذارید کودک توی یک آرامش کودک بزرگتریتون توی یک آرامشی باشه، چون هر کدوم از این تغییرات رو میتونه به صورت ناخودآگاه نسبت بده به اومدن کودک کوچکتر و نسبت به اون احساس منفی پیدا کنه. مهمتر از همه اینه که درکش کنید، بذارید درک بشه، بذارید احساسش رو بروز بده و با شما به راحتی در این مورد صحبت کنه. اون مجبور نیست که چیزی رو بپذیره، ولی اون میتونه احساساتش رو ببینه و نسبت بهش نگاه بهتری پیدا کنه. اینطوری رابطه اونها هم بهتر میشه.